تعمیر و تجدید و نوسازی راه دهی بسمندی نوحی دیوشتیش از جمله کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سنه فرخنده و ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. سالهای اخیر شماره زیاد انشاءات جشنی در دهه نزدیکی بسمنده بنیاد یافته. راههای محلی به طور حشر به تعمیر و نوسازی امروز فرا گرفته می‌شوند. در این کار اهل دهه، صاحبکاران و هر فرد خودشناس و مهندس دهی بسمنده اشتراک فعالانه داشته، سهم خیش را در آبادی دیار می‌گذارند. در روزی روی تعمیرگردیده 5 کیلومتر را تشکیل داده، پوره نوسازی و امروز منفش کرده شده است. در تعمیر و منفشی راه نقش جوانان وطن‌دوست دهی بسمنده، کوقنبای کوقنوف، سهراب ارتیقوف، خورشید شریفوف و چند دیگران نظر است ارزیابی گردید. باید قید نمود که با تشبث و کوشش و غیرتی جوانان و پیران روزگار دیده، کارهای آبادانی و سازندگی دوام 2-3 سال اخیر در دهی بسمنده جریان داشته. از نمونه عالی تطبیق سیاست آبادکارانه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در محل ها گواهی می‌دهد. با تشبث کلی همدیاران ما، ما امروز این دیار ما را اسفالت پوش کرده ایستیم. ما تقریبا 5 کیلومتر اسفالت پوش کرده ایستیم. از مرکز دهه که مکتب هفت که به نام حسن رسنجان تا همسایه قشلاق است. هر یک فرزند دیار برای آبادانی دیار سهمگذار هست. سیاست جناب عالی را ما همه وقت دستگیری میکنیم. ما در آینده اقدام داریم که باز با همین فرزندان دیار یک بیمارخانه حاضر زمان برای ساکنان تقدیم کنیم. با از توجه و پشتیبانی های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان دستگیری های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و مقامات محلی با مقصد بالا بردن شرایط زندگی شهروندان، انشاءات گوناگون اجتماعی ساخته می شود. امروز با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخ در دهه بسمنده برای 100 نفر کودک بنای دو آشیانه معاصر کودکستان بنیاد می گردد. فرمایشگر اداره ساختمانی اساسی ولایت بوده 15 نفر ساختمانچان جمعیت دارای مسئولیت محدودی استاد منصور فعالیت دارند. تربیه از همون اویله بعد از اون اکودکسون سال میشد. حتی در پایان گفته شده است که در آن خارجگی 100 در آن دهه 100 خارجگی هست، یک تا کودکستان، یک تا ورزشگاه در دهه ما منم ساختمان اینا بنج شده است که این آینده برای تربیه کودکان رالی اساسی میباشد. تمام دهی بسمنده، اون تمام ناحیه همین دیوشید سیاستی خردمندانی اساسگذاران صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام‌علی رحمان دستگیری میکنم. کتاب محصول عقل و ذکاوت مردمی صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از مهمترین واسطه های معرفتناک کردن اهل جامعه بوده. ساکن دهه روزنامه‌نگار جمعه‌بای قربانوف پسنداز جمع نموده خیش را برای سفر حج به بنیاد کتابخانه روانه نمود. در دوره تعطیل نورسان از این مکان علم و دانش امروز وسیع استفاده می نمایند. این دهه زیاده از 13,000 اهالی دارد. از همه دهی کلانترین کهن بنیاد در نوحی دیوشتیش ما حرکت کردیم که برای خلق خدمت رسانیدن همین یک تا کتاب خانه کشوم گفت. حج من در همین دهی بسمنده، همین دهی کلان که برای خلق خدمت رسانم. بسیار آدم ها میبین. خواننده های من زیاده قریب 200 نفر شده است. خواننده های مکتب، سابقه دارون، همش میبین، کتاب میگیرند، رحمت میگویند. من خیلی خرسندم. خرسندم که من هم به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک حصه‌چی خود را گذاشتم. ساکنان نوحی دیوشتیش همه روزه از خود فعالنوکی بیشتر نشان داده به حشری دست جمعانه می برایند و هر فرد با استفاده از امکانیت و اقتدار خود کوشش دارند تا در آبادی یک کنج دیار سهمگذار باشند. مستان مهدی‌لزاده، فرهادی عبدالله، سلیم عادل‌زاده، اخبار.